درود بر دوستان ایرانگرا و ایراندوست و پارسی زبان و برادران همتبار در کشورهای همسایه، شاد و تندرست باشید. امروز داشتم مناظره یا مصاحبه با آقای بهرام مشیری با آقای خزعلی رو میدیدم. اولا که نمیدونم چرا خزعلی رو در مقابل اصلا مشیری قرار میدن. خزعلی اصلا یه فضای دیگه ای هست، اصلا مغزش جور دیگه هست. این به نظرم توهین است به بهرام مشیری که خزعلی رو در مقابلش قرار میدن، اصلا فازشون فرق میکنه، اون اصلا در حد اون نیست. بهرام مشیری میگفت که سه کس در تاریخ ایران تنها جرأت کردن ضد اسلام انتقاد کنن، یکی زکریا رازی، یکی ابن راوندی و یکی هم آقای روانشاد احمد کسروی بود. من رازی رو داستانش میدونستم که اعتقاد نداشت به ادیان و میگفت که پیامبرها همه کذاب هستند و هیچ کس با خدا صحبت نکرده و هر کس بگه من با پیامبر هم یک شیاده. و بعدهای جمهوری اسلامی یک سریال درست کرد زکریا رازی که دائم در حال نماز خوندن و عبادت و فلان و مسلمون دو آتیشه، و در حالی که اینطور نیست. رازی کامل از نظر اونا ملحد بوده یا آگنوستیک بوده یا ندانمگرا بوده. اصلا علم خاصیتش اینه، هر کس به سمت دانش و علم و خرد بره خود به خود اتوماتیک ندانمگرا میشه، چون که یه آدم عالم نمیتونه علیکی بدون دلیل یه چیزو بپذیره و تا مدرک ثابت نشه. اصلا به طور طبیعی فطری ذاتی آدم باید آگنوستیک باشه، یعنی که ندانمگرا باشه، مخصوصا یه دانشمند. یه دانشمند نمیتونه تعصب داشته باشه در خدا و کتاب آسمانی و دین و اینجور چیزا. رازی اینطوری بوده. رازی واقعا آدم دانشمند بزرگی بوده، کتاباش هم همون از بین بردن، بنده خدا نذاشتن کتاباش به ما برسه به جرم الحاد و کفر و اینجور چیزها. و آقای احمد کسروی رو که من خیلی دوست دارم، اون شهید صدا میکنم همیشه و برخی از بلایی خوششون نمیام و انسان ایران دوستی بود، آخون بودن و خیلی از این آخون بودن، بعد لباسشون رو در آوردن تو دوره رضاشاه یا محمد رضاشاه مثل همین تقی‌زاده و خیلی از این همشون این دوره آخوندی اول یاد میگرفتن، لباس آخوندی تن میکردن، بعدها متحول میشدن. احمد کسروی رو من دوست دارم به خاطر عشق به ایرانش، ولی من در قضیه حمله به تشیع باش مخالفت دارم. و البته این دلیل نمیشه مخالفت من که ازش متنفر باشم مثل متحجرین و مرتجعین. هر انسان خطا داره، شاید اگر احمد کسروی عمر بیشتری میکرد به شناختی میرسید. البته فضا اون موقع طوری بود که ملت این دیگه دست این آخونده دوره قاجار و آخونده قدرت داشتن، اون موقع فضا طوری بود که این روشنفکری میطلبید و میگفت چرا کسی که 1400 سال پیش مرده ما سر صورت خودمون رو بزنیم گریه کنیم، اونم عرب. این استدلالش خیلی غلط بود. آقای احمد کسروی نمیدونست که ایرانیت راه خودشو از بسیار زیرکانه و خردمندانه از مسیر اهل بیت پیدا کرد و آرمان ایرانی باستان در این مسیر قرار گرفته و میتونیم ساعت‌ها در این مورد صحبت کنیم و فلسفه‌اش خیلی ژرف است و به نظر من هیچ اشتباه نیست و ایرانگرایی باید در مسیر اهل بیت باشه و تمام آرمان فقط از این راه به حقیقت میرسه. تمام آرمان‌ها و آرزوهای یک ایرانگرا زیر پرچم امام حسین تنها تحقق خواهد یافت و این دوتا آرمان مهمن، آرمان مهدی و آرمان حسین مهمن، حتی اگر وجود خارجی نداشتن یا اینطور که گفته شده نبودن، ولی مهم اینه که این مهندسی آرمانی است، یک مهندسی ذهنی است که نیاکان ما درست انجام دادن و دقیقا جواب خواهد داد. یعنی باید باشه این دوتا. این احمد کسروی اشتباه کرد که تاخت به تشیع. و در مورد راوندی، من نمیشناختم آقای راوندی رو و اینو اولین بار از دهان آقای بهرام مشیری شنیدم و البته مشیری
از لحاظ سواد تاریخی بعضی جاها باش همسو من نیستم، یعنی بعضی جاها واقعا نمیشه چی کرد، استناد کرد، قابل نقد هست. و آقای راوندی هم جز اون سه نفری بود که ایشون معتقد بود که جز ملحدین یا به قول خودش مثلا اون آگنوستیک ها یا کافرها بوده. آقای محمد ابن اسحاق راوندی بچه راوند بود، راوند اطراف کاشانه، سن 40 سالگی در واقع میتونیم بگیم الان با این دور زمانه، قدیما 40 سال پیر بود، الان 40 سال جوونه، اول جوونه در 40 سالگی بود که در بغداد زندگی میکرد. جالبه بعد از این تقریبا ایشون 195 سال بعد از نبرد کادوسیه که میگن قادسیه ایشون دنیا آمد. بغداد اصلا عراق اون موقع همچنان هویتش ایرانی موند، چون که بغداد شهر ایرانی بود، کوفه شهر ایرانی بود، بصره که هم اسمش بچرک هست شهر ایرانی بود، پر از ایرانی بود. اون موقع عرب اشغال کردن، درست زبانشون برگشت عربی شد ولی همچنان هویت عراق تقریبا ایرانی بود. خیلی از این دانشمندایی که اینجا اسم میبریم اینا اکثرشون تبار ایرانی دارن، مثل همین راوندی، جاهز، ابو عیسی وراق و خیلی از اینهای دیگه. این آقای راوندی ابتدا رفت این معتزله شد. معتزله به کسایی میگن که معتزله یعنی در واقع کسایی که کنارگیر کنندگان معنی میده فارسی، اعتزال یعنی کنارگیری معنی میده و نمیدونن علت اینکه چرا اعتزال شده رو نمیدونن. بعضی میگن به خاطر جنگ جمل، یده بودن که نمیدونستن که علی حق است یا عایشه، جنگ نمیکردن، از اونجا ریشه گرفته. فکر نمیکنم این به جنگ جمل ربطی داشته باشه. اون موقع در جهان اسلام در دانشگاه بغداد دو دسته آخوند بودن یا دانشمند بودن، یه عده معتزله خردگرا بودن، میگفتن که ما به احادیث نمیتونیم اکتفا کنیم یا صحابه، روایت صحابه، چون که ممکنه جعلی باشه یا تناقض با عقل داشته، اگه تناقض با عقل داره ما قبول نمیکنه. اینا معتزله بودن ولی سنی بودن، سنی روشن فکر بودن. در مقابل دسته دیگه بودن که اخباری یا حدیثی بودن و میگفتن هر حدیثی که از طرف خلفا و این صحابه رسیده درست است و ما اونا رو قبول میکنیم. این چنین حالتی در شیعه هم وجود داره، اکنون وجود داره. شیعیان آخونده الان دو دستن، آخونده اخباری هستن مثل همین دار دسته اللایاری و اینا، یا یه دم چیزیان کلامی هستن که خردگرا هستن، میگن که ما باید منطبق بر خرد کنیم. خب قطعا ما طرفدار اینیم که با خرد باشه دیگه، خب روایت که خیلیشون جعلیه، آدم نمیشه چی کنه. تو خیلی از اینا هستن ضد عقلیه، مثل ملا محمد باقر مجلسی هستن که نصف کتابش مزخرفه، ضد شیعه و ضد امام زمانه و اصلا نمیشه ایش کدوم قبول کرد. این آقا اول معتزله بود، آقای راوندی، بعدها از معتزله ها بعدش اومد و در جواب آقای جاهز که اون از شیوخ معتزله بود و کتابی داشت به نام فضیلت معتزله، از لج رفت یک کتاب نوشت به نام فضیحت المعتزله، یعنی افتضاح، فضیحت المعتزله. بعد از اینکه از معتزله اومد بیرون یه مدت کوتاهی رفت شیعه شد، کتاب الامامت رو نوشت. اون قبل شیعه دوازده امامی نبود، معلوم نیست چنو شیعه شده. بعد با یه ایران دانشمند ایرانی دیگه ملاقات کرد که تو عراق بود ولی تبارش ایرانی بود، ابو عیسی وراق، ابو عیسی وراق، که دید که کمپلت چی شد دیگه، دیگرگون شد و ملحد شد و کافر شد. و البته من گفتم کفر برکته، اصلا تو به کفر نرسه و حقیقت نمیرسه. میگه از اسلام و دین و تشیع و همه چی خارج شد، شد ندانمگرا، زندیق، اینجور چیزها. زندیق صفت کهن دوره ساسانیان بود که آخونده ساسانی به دشمنان خودشون میدادن، میگفتن زندیق اینه که ملحد کافر. خلاصه آگنوستیک شد آقای ابن راوندی و این بعدها 114 تا تالیفات داشت که خیلی از اینها نرسیده به دست ما که ما بدونیم چه تفکراتی داشته.
البته مؤلف الفهرست ابن ندیم گفته آخر عمر توبه کرده و اظهار ندامت کرده. حالا این آقای ابن راوندی که ضد آقای جاهز که شیوخ معتزله بود در لج او یک کتاب نوشت به نام فصیحه المعتزله. این آقای جاهز چقدر آدم جالبی بود، ابو عثمان عمرو بن بحر مشهور به جاهز. این یک خوشنویس بود و مترجم فارسی سوریانی بود و اهل بصره یا بچرک بود و ایشون پزشک بود، کیمیاگر بود، روانشناس بود، گیتاشناس بود، احتمال همون جغرافیه دان جانورشناس هم بود. بعد ایشون یک 350 تا کتاب نوشته و یه حرف جالبی داره در مورد ایرانیان. مثلا به خاطر همین امشب این کلیپی ساختم که آقای جاهز چنین حرفی در مورد ایرانیان زد و یه چیز خوبی رو معرفی کرد، یک چیز خوبی معرفی کرد که من حسرتش تو دلم موند. ایشون میگه که آقای جاهز که ابن راوندی در مقابلش بود و ایشون میگه ایرانیان اختب و ناس هستند، یعنی سخندانترین مردم دنیا هستند و از میان ایرانی ها پارسیان، یعنی اونایی که فارسی صحبت میکنن، خطیبترین مردم ایرانن، ولی شیرین زبانتر، خوش اداتر، با محبتتر، در دوستی پایدارتر مردم شهر مرو هستن. مرو اکنون متاسفانه در ترکمنستان است و اطراف مرو چند روستای فارسی تاجیک زبان وجود داره، ولی خود شهر مرو دیگه متاسفانه همه ترکمن شدن و معروف به ماریا، خود ترکمن ها میگن ماریا دیگه، اسمش رو عوض کردن. شهر کهن ایران کهن هست، خراسان کهن هست و متاسفانه مرو دست ما رفت، ما در جنگ با روسا دست دادیم شهر مرو رو. ادامه میگه که مردم اهواز در لغت پهلوی فصیح هن. این خیلی جالبه، این حرفو که چند سال بعد داره میزنه، اینو حرفو ایشون داره در 240 سال بعد میزنه، بعد سقوط ایران، جنگ قادوسیه. 240 سال بعد از این که اعراب ایران اشغال کردن، مردم اهواز همچنان داشتن پهلوی صحبت میکردن. جالبه، در لغت پهلوی فصیح هم و البته بصره هم پهلوی صحبت میکردن. تا قرن 8 ما شنیدیم که بصره یا بچک فارسی، شعر فارسی میگفتن مردم در کوچه ها، پس کوچه ها. مردم اهواز در لغت پهلوی فصیح هم. با اینکه آقای جاهز خودش ضد شعوبیه بودش و تقریبا میتونیم بگیم که یه جورایی مثلا ضد شیعه بوده، ایشون زبان فارسی به نیکی یاد کرده. از بلاغت ایرانی، الفاظ زیبا، پرمایگی زبان فارسی به نیکی یاد کرده و گفته اگر کسی بخواهد در فن سخنوری، حتی عرب باشه، به درجه عالی برسد، باید کتاب پهلوی کاروند را بخواند. کتاب کاروند یک کتاب پهلوی بوده که تا قرن سوم در دسترس بوده. یکی آقای همین جاهز اشاره کرد به وجود چنین کتابی و آقای الفهرست ابن ندیم اونجا اشاره کرد که کتاب کاروند یک کتابی است درباره سخنوری و هر کس میخواد در سخنوری به درجه عالی برسه کتاب کاروند رو، که اسم زیبایی هم داره و به زبان پهلوی بوده، بخونه. من همیشه آرزو دارم، آرزوی رویایی دارم که همیشه یه 6-7 کتاب پهلوی از این عتیقا و گنجینای قدیم پیدا بشه، ما کمی دانشمون بیشتر بشه. من تو عمرم 4-5 تا کتاب پهلوی خوندم، واقعا دنیا ما عوض کرد، یک عظمت عظیمی بود این زبان پهلوی، اصلا انگار دوباره متولد میشی و اینقدر این زبان شیرین و پر از مفاهیم و فرهنگ هستش و کسی که پهلوی و اوستایی نخونه اصلا خودشو ایرانگرا نباید بدونه، یعنی که با مایه ایرانی بودن اینه که تو بری پهلوی و اوستا بخونی تا بفهمی این عالم عجیب ایرانیت چه بوده. تا پهلوی، کتابای پهلوی نخونی و اوستا نخونی، شما به ماهیت ایران پی نخواهی برد. جاهز در آغاز جلد سوم البیان و تبیین از کتاب کاروند
صحبت کرده، در گفته در شیوایی و رسایی گفتار صحبت کرده، گفت هر آن که دوست دارد به صنعت بلاغت دسترسی یابد و با شگفتی ها آشنا شود، همطور که من گفتم کتاب پهلوی شگفتی ها داشته و واژه شناسی استادی یابد، یعنی در شناخت واژه استاد بشه. اصلا پهلوی به نظر واژه شناسی خیلی ژرفه، باید بره کتاب کاروند رو بخوند. متاسفانه که ما کتاب کاروند رو نداریم. من آرزو میکنم یه روزی از یک گنجینه یه دفینه ما یه ده ها کتاب پهلوی پیدا کنیم. و جنگ کادوسیه که مثل گفتم که ایشون 195 سال بعد جنگ کادوسیه که معرب شد قادسیه در 15 هجری بوده، یعنی تقریبا 4 سال بعد از فوت پیامبر، و پیامبر 11 هجری فوت کرد، ابوبکر 13 هجری فوت کرد، 3 سال بعد از اون دوره عمر جنگ کادوسیه رخ داد. ولی بعد از جنگ کادوسیه همچنان خیلی از بخشای ایران دست ایران بود، مسلمان شدن یک دفعه اتفاق نیفتاد. گفته میشه تا قرن 8-9 حتی اون موقع نصف ایران زرتشتی بوده. آرام آرام تغییر دین رخ داد و زبان پهلوی هم بوده. دیدید که تا قرن 3 مردم اهواز پهلوی صحبت میکردن، زبان بسیار زیبایی است. البته زبان پهلوی به شکلی الان در مازندران هم زبان پهلویه، گیلان یا سمنان اینا زبان بازماندهای زبان پهلوی هم، تمام واژه‌های زبان پهلوی اون تو هست. تو اهواز خوزستان چون به اون نزدیک بودن، شبیه مصر که زبانشون برگشت، در خوزستان ایران هم زبان برگشت، در عراق هم زبان برگشت، عراق هم که عرب نبودن که، زبان بعدها برگشت چون پادگان این خلف این پایتخت خلفا در اونجا بود، این زبان هم زبان علمی هم تبدیل شده به زبان عربی. به خاطر همین اونجا زبان پهلوی و فارسی کمرنگ شد. ولی الان در این حکومت جمهوری اسلامی به شما قول میدم تعداد کسانی که زبان فارسی یاد خواهند گرفت عراق بسیار زیاد خواهد بود، بسیار زیاد. این برکت امام حسینه. به خاطر این من تاکید میکنم به امام حسین، امام حسین رمز بزرگ ایرانیت، راز بزرگی، همه چیز در امام حسینه برای شکوه ایران، یعنی که ایرانیت زیر پرچم امام حسین به عزت بزرگی خواهد رسید، به یاری مزدا و یادی کنیم از یزگرد ساسانی. یزگرد ساسانی موقعی که عربا حمله کردن 30 سالش بود، 25 سال هم طول کشید این تا مرگش، در واقع این جنگ ها و اینا عربا حمله کردن، نه به پادشاهی رسید 30 سالش بود و 25 سال هم طول کشید جنگ با عرب و کشور و اینا، در مرو کشته شد. و یزگرد موقعی که اون موقع شیرویه، کواس شیرویه پسر خسرو پرویز قتل عام کرد 38 از این برادرها و برادرزاده‌ها رو کش، در اون شب دهشتناک 4-5 سالش بود که اینا فراری دادن، جان سالم به در برد. و موقعی که آن سیل عظیم در دجله و فرات طغیان کرده بودن و کل عراق زیر آب رفته بود و همون دلیل شکست ایران از روم شده بود دوران خسرو پرویز، اون موقع یزگرد ساسانی 10 سالش بود. عملا یک از علتهای سقوط ساسانی همون سیل بود، اون سیل خیلی عظیم و عجیب بود و ایرانی ها رو کمر حکومت ساسانی رو شکون. دوست دارم یک روز یک کارگردانی پیدا بشه داستان کاسی رویه رو و قتل عامی که کرده، کودتایی که کرده، اصلا داستان قباد، خسرو پرویز و کاسی رویه باید فیلم بشه. نمیدونم چرا اینقدر تهیه کننده های ما، کارگردان های ما نامردن واقعا در برابر تاریخ ایران. سال این همه فیلم مزخرف مبتذل میسازن در مورد ایران باستان که اینقدر اقیانوسی از سناریو هست، داستان هست، جذابیت داره، این کارگردان های نامرد ما و این تهیه کننده های نامرد ما فیلم در مورد ایران باستان نمیسازن، در حالی که ما 1000 سال فیلم میتونیم بسازیم در مورد تاریخ ایران. 1000 سال، یعنی اگر سالی ما 100 تا فیلم ایران باستانی اگر بسازیم میتونیم 1000 سال فیلم داشته باشیم در مورد تاریخ ایران باستان. متاسفانه کم لطفی میکنن. اخیرا یه فیلم دیدم
راه ابریشم آبی، فیلم خیلی زیبایی بود و اونم در مورد یعقوب لیث صفاری. اون دوره بود که کشتیرانان ایران از سیراف بوشهر به چین رفته بودن. اون فیلم خیلی قوی و قشنگی بود. امیدوارم همون مدل فیلم ها رو بیشتر بسازن، فیلم ها ایران باستانی رو. شب و روزتان بخیر و بدرود.